السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه خواهران و برادران گرامی. موضوعی را که می خواهم سرش صحبت کنم سر دو نقطه بسیار زیاد مهمه که همیشه خواهران ما در غلط فهمی قرار گرفتن. اولا ما باید فرق بین خادم و خائن بدانیم. خادم چی معنا؟ خادم به معنای خدمتگزار، خدمت کننده، خدمتگر. کی خدمتگزار؟ اگر کسی بر پدر مادرشم خدمت میکند خدمتگزار گفته میشه، کسی بر شوهرشم خدمت میکنه خدمتگزار گفته میشه، کسی که به اولادشم خدمت میکنه، کسی که به جامعه خدمت میکنه، کسی که به ملت خدمت میکنه، تمام از یار ما خادم گفته میتونستیم. مثلا میگیم خادم وطن، خادم دین، خادم پدر مادرش. و خائن چی معنا؟ خائن به معنای خیانت کننده، کسی که خیانت میکنه، کسی به همسرش هم خیانت کنه خائن است، کسی به دینم خیانت کنه خائن است، کسی به وطنش خیانت کنه خائن است، که تمام از این جمع خائن میره. لیکن بدترین خائن کیست؟ خائنی است که به دین خیانت کنه. و بهترین خادم کسی است که به دین خدمت کنه. بناهن ما و شما باید فرق خادم و خائن بدانیم. بعضی از خواهرای ما هستن که خود بسیار دیندار میگیرن، الحمدلله که همیشه صحبت از دین میشه، اما وقتی که با اینا صحبت میکنی اکثر اوقات فرق بین عالم واقعی را و فرق بین جادوگر تعویذ نویس نمیدانن. عالم واقعی کیست؟ عالم واقعی کسی است که علم دین آموخته، عمرش در راه دین صرف کرده، تحصیل کرده، علم آموخته و ای علم بر دیگران میرسانه. که ما علمای فوق‌العاده و زیادی را الحمدلله داریم که اینا همیشان خادم دین گفته میشوند. خائن دین کی است؟ خائن دین کسی است که بر دین خیانت میکنه، که گفتیم از بدترین خیانت کننده هاست. اونا کی هستن؟ امو ملاگکای جادوگر تعویز نویسی که در سرکار نشستن و یا در خانه هایشان لوه ها بند کردن که ما بختتان باز میکنیم، کسی که فرزند نداره ما برش فرزند میدهیم، و مردم ما جاهلانه، احمقانه، بدون از این که بدانن اینا جادوگر هستن، اینا تعویز نویس هستن، به نام ملای دین گفته پیش از اینا میرن، اینا خائن دین هستن. اما علمای ما که درس خواندن، زامت کشیدن، اینا خادم دین هستن. بنابراین ما باید فرق عالم واقعی را امرای خائنای دین بشناسیم. که بسیاری خواهرا همیشه با علمای ما توهین کردن. ما همیشه ویدوهایی از علمای ربانی را در چینل خود نشر کردیم. بسیاری وقت خواهرای ما میاین به یک عالمی که همه عمرش صرف خدمت دین کرده، زحمت کشیده، درس خوانده و او میخواه دین به مردم برسانه، او وارث انبیاست، او خادم دین است، و این خواهرها یا برادران میاین به او توهین میکنن، به او جادوگر میگن یا تعویذ نویس میگن، الفاظی که نباید به یک خادم دین استفاده شه و اینا به او استفاده میکنن. که ما بسیار زیاد متاثر میشم، جگرخون میشم به این تعداد از خواهرها برادرای ما که اینا فرق تا حال ندانستن. بناهن ما به این سبب خواستم در این ویدو ایره بر شما واضح بسازم که شما باید بشناسین نمیشه به خاطر جادوگر تعویز نویسی که احمقانه انسانها را فریب دادن شما بیاین بر علمای ما توهین کنین، بر خادمین دین توهین کنین. علمای ما وارث انبیا هستن، ما و شما به اونها بسیار ضرورت داریم، چرا اونا دین بر ما و شما میرسانن و ما و شما از سخنان مفید آنها مستفید میشیم. در جامعه که جادوگر محترم و دین زیر پا میشه، در او جامعه غضب الهی بر آنها مستولی میگردد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید حد ساحر کشتن آن با شمشیر است. جادوگری که باید سرش زده شود اما در جامعه ما با پول مردم میلیونر شد. چ
چرا که سر از او زده نشد. او از انسان‌هایی که میرن نزد او و بهانه‌های مختلف از آنها پول میگیره که ما تو صاحب فرزند میشی، بخت تو را باز میکنم، و این بانه ها از این هموطنان عزیز ما پول میگیره و او ها میلیونر شدن. که نمی باعث قطع رحمت الهی بر مردم میشه. و دلیل غلبه کفار و جنگ ها در جامعه ما اینمی جادوگر هستن که اینا مردم به بانه های مختلف فریب داده و مردم هم تا حال اینا را نشناخته. هنوز هم تعدادی از خواهر و برادرای ما نزد اینها مراجعه میکنن، چون مردم ما به فسق و فساد رو آوردن. الله سبحانه و تعالی را رها کرده است. با موسیقی پرستی، شیطان پرستی مراجعه میکنن، نزد جادوگر میروند، نزد ساحر میروند. اینمی باعث ازی شده که رحمت الهی از وطن ما دور شود و بجای از او غضب الهی که با مستقر نمودن کفار بالایشان غضب را بالای آنها مستولی کرده است الله سبحانه و تعالی. بناهن ما و شما باید نسل بیدار کننده باشیم، نسلی باشیم که دین الله سبحانه و تعالی را از هر طریق میشه برسانیم. و فرق اشخاص دین ستیز، اشخاص خائن، اشخاص جادوگر، اشخاص ساحر، اشخاصی که به ضد دین من تو کار میکنه، فرق از او را با اشخاصی که خدمت میکنه، اشخاصی که میخواهد دین برسانه، اشخاصی که میخواهد فکر من تو را روشن بسازه، باید ما فرق از ایره با فرق از او بدانیم. بجای از ای که ما بیاییم به علما توهین کنیم، بجای از ای که ما بیاییم همیشه علما را بد بگوییم، اول یک بار فکر کنیم، بشنویم از زبان علمای واقعی که اینا با او جادوگرهای فرق ندارن، بدون شک فرق دارن. پس اینمی باعث شده که همیشه ما و شما در پسرفت باشیم، چرا که ما همیشه توهین کردیم. بنان ما نباید نسل توهین کننده باشیم، ما باید نسل بیدار کننده باشیم، ما باید نسلی باشیم که دین برسانیم، نه نسلی که ما همچنان توهین کنیم و کوشش کنیم که با علمای ما روز بر روز چا بکنیم و کوشش کنیم که حکم اعدام آنها را صادر کنیم و کوشش کنیم آنها را به نام داعش، طالب، توریست داخل زندان بندازیم و بگیم که یا خیانت کننده هستند، در حالی که او علمای واقعی هستند و نفرایی که اصلی جادوگر هستند، نفرایی که خائن هستند. او همیشه با پول مردم که از دین آگاهی درست ندارن میلیونر شدن و حال تمامشان در خانه های مفشن در کشورهای مختلف دنیا چکر میزنن، لیکن کسایی که واقعا زحمت میکشن، کسایی که واقعا خدمت میکنن، او بیچاره ها روز بر روز زندان میرن، شهید میشن، ترور میشن. دیگه ای از چی است؟ از نفهمی خود مردم ماست که مردم ما باید اول ذهنشان روشن شوه، بعد از او ما میتونیم که جلو از این انسانهای بیوجدان خائنی که از الله و از روز آخرت آگاهی ندارن، جاهل هستن، پیرو شیطان هستن، آلی دست شیطان هستن، جلو از اینا را بگیریم و تا بتوانیم به دین خود اندکی خدمت کنیم. جزاكم الله خيرا كثيرا احسن الجزاء.